شما عزیزان در خدمت آقای دکتر علی حیدری هستیم، متخصص ارتودنسی و ناهنجاری فک و صورت. خوشحال آقای دکتر. خوب هستین شما؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون که تشریف آوردین. مرسی. ممنون. خب ما تا اینجا بحث ارتودنسی رو ادامه دادیم که راجع به ناهنجاری شما گفتیم، سنینش رو گفتیم، کی باید اینها مراجعه کنن، از چه سنی برای کودکان خودشون اقدام بکنن، و بحث امروز. بحث امروز ما، من میخوام که چون در جلسات پیش درباره انواع به قول معروف مال اوکلوژن و ناهنجاری فکی صحبت کردیم که به سه دسته، کلاس یک، کلاس دو و کلاس سه تقسیم میشن، من میخوام درباره مشکل فکی کلاس دو امروز صحبت بکنم. در کلاس دو بیمار به شکلی است که هم اگر در این قالب حالا بعدا به صورت کلوز شما مشاهده بکنید، فک پایین بیمار یا به سمت عقب قرار گرفته یا فک بالای ایشون جلو برگرفته و یا ترکیبی از این دو حالت، که معمولا در اکثر بیماران فک پایین به صورت عقب قرار گرفته است و بیمار مشکلاتی، این مشکل میتونه هم از طریق ارث به فرزند یک خانواده منتقل بشه، هم از طریق عادت‌های مخرب مثلا انگشت مکیدن، تنفس دهانی و لوزه سوم داشتن، لوزه هجیم داشتن، اینا ممکنه که باعث ایجاد همچین مشکلی بشه. ما در این صورت همونطور که در جلسات قبل گفتیم، ما باید بیمار رو در سنین حدود 9 سالگی در خانم‌ها، در دختر خانم‌ها، و حدود 11 سالگی تا 12 سالگی در پسر، درست در پیک دوران رشدی بلوغشون، این دستگاه‌ها رو که تصدیق کننده کلیه ناهنجاری فکی هست رو براشون قرار بدیم. و این دستگاه ها انواع مختلفی دارن که من حالا در این بیمار به عنوان شماتیک براتون چه نشون بدم. یک دستگاهی هستش که فک مریض رو به صورت جفت شده و در یک حالت تصحیح شده قرار میده و با کم و اسم این دو و اسم این دستگاه، من بهتون بگم اسمش هست دستگاه فانکشنال، یعنی دستگاه عملکرد فک. چرا بهش میگیم فانکشنال؟ چون که این دستگاه فانکشن عضلات صورت و عضلات فکی رو تقویت میکنه و با تحریک فانکشن عضلات باعث میشه که فک پایین به سمت جلو قرار بگیره و رشدش به سمت به قول معروف ایدئال قرار بگیره و فک بالا هم به سمت عقب میره. برای همین به این دستگاه میگن دستگاه فانکشنال. این از فانکشن خود فک بیمار استفاده میکنه و حتی بیمار وقتی در شبهای اول میذاره یک احساس کشش و احساس فشار روی عضلات صورتش داره. در این حالت ما یک سری قالب‌گیری انجام میدیم در سن مناسب، اون آنالیز های عکس و چیزی که داریم، رادیوگرافی و فوتوگراف انجام میدیم، آنالیز هایی داریم و در این آنالیز ها ما میایم نوع دستگاه رو مشخص کنیم، چون این دستگاه هم انواع مختلف داره، داخل دهانی و خارج دهانی. مثلا یکی هست که مثلا با خارج دهانی از این میله های هدگیر وصل میشه به دستگاه یا فک یا داخل دهانی و غیره. برای این مورد یعنی فرق میکنه که از بیرون باشه یا داخل؟ بله. بستگی به نوع مشکل فرق میکنه. مثلا بیماری داریم که مثلا موقع خنده خیلی از لثه‌اش پیداست و دندوناش پیداست، لثه بلندی داره، ما در اون مورد حتما با یک دستگاه خارج دهانی اضافه کنیم که فک رو به سمت بالا هدایت بکنه. ولی بیماری هست که نه، خنده‌اش بسیار نرماله، چون ما لبخند برای ما یکی از اون شاخص‌های مهم است. بله، خنده‌اش نرماله، ما هم دستگاه داخل دهانی استفاده. مثلا ایشون پسری هستش که فک پایینش بسیار شدید قرار گرفته و ما یک دستگاه داخل دهانی استفاده می‌کنیم. این دستگاه حدود یک سال، 9 ماه تا یک سال و چند ماه طول می‌کشه که فک رو به سر جای خودش بیاره و اگر بیمار همکاری خوبی داشته باشه بسیار بسیار دستگاه موثریه. فقط و فقط شرطش همکاری مریضه، یعنی اگر بیماری همکاری نکنه متاسفانه خب کار انجام نمیده و اگر مریضی همکاری نکنه ما متاسفانه این کار رو باید با جراحی فک انجام بدیم. و چرا که میتونیم چیزی که با کار ارتودنسی و ساده ارتودنسی انجام بشه، چرا با جراحی انجام بشه؟ سوال دیگه که دارم اینه که آیا جنسیت هم در نوع قرار گرفتن یا ناهنجاری فک فرق میکنه؟ مثلا دختر و پسر با هم؟ یعنی آمار منظورتون مشابه فکی؟ به طور کلی نه،
فرقی نمی‌کنه، یعنی البته نژاد به نژاد فرق می‌کنه. مثلا ما در نژاد چاینیز و نژاد آسیایی ها اینجور مشکل، یعنی عقب بودن فک پایین یا کمی دسته دو رو خیلی کم داره، بیشتر دسته سه داره، یعنی مثلا فک پایینشون جلوه، چونه های تیز دارن. ولی در نژاد اروپایی ها و حالا در ایرانی ها و آمریکای شمالی نورت آمریکا ما بیشتر این مشکل داریم، کلاس دو رو داریم. خب نژاد به نژاد فرق، ولی بین جنس و اون جنسیت فرقی نداره. 50-50 میتونیم بگیم. متوجه شدم، مرسی. خواهش می‌کنم.